هم سوم شعبان تبریک گفتیم، هم باز هم تبریک عرض میکنیم به همه افرادی که در نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در بسیج مستضعفین فعالیت دارن و ما هممون هم پاسدار هستیم، پاسدار ارزش‌ها هستیم، پاسدار جان مردم هستیم، پاسدار معیشت مردم هستیم و به نوعی همه ما باید پاسداری رو تجربه بکنیم، حرمت جامعه رو، زندگی جامعه رو و این مفهوم رو انشاءالله به طور گسترده ببینیم. به هر حال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مولود انقلاب اسلامی بوده، امروز شاید با دیدن مسائل که امروز در جامعه در جریانه، این ادراک سپاه چگونه جامعه انقلاب و در مجموع جامعه رو حفظ کرد، جلوی اتفاقات ناگواری که توطئه‌هایی که صورت می‌گرفت، امروز شاید نشه در مورد اونها با اون متن گفتمانی یا اتفاقات اون دوره بس کرد. دوره‌ای بود که واقعا سپاه حافظ کشور بود در جنگ، همینطور اگر رشادت‌های سپاه در کنار ارتش نبود و اگر روحیه بسیجی مردم نبود، به تعبیر ارتش بود پردوس گفت وقتی عراق یک حرکت کوچک در کرمانشاه آغاز کرد، ما نگرانی سقوط تا تهران رو هم داشتیم. ما یک همچه شرایطی، اون روحیه‌ای که اون روز در سپاه بود، امروز هم خوشبختانه سپاه در کنار مردم هست. من به بهانه سوال شما اجازه میخوام که تشکرم بکنم از حمایت‌هایی که رهبری، مقام معظم رهبری برای به میدان اومدن همه نهادهای عمومی برای مبارزه با کرونا انجام دادن. ما یک جلسه رو برگزار کردیم، از سپاه پاسداران بسیج در این جلسه بودن، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، هلال احمر و دسته های دوبسی به سی سی و کمیته امداد هم در این جلسه بودن. حالا ممکنه یکی دوتا نهاد مؤثر هم در اینجا من اسمش رو فراموش کرده باشم. خوشبختانه ستاد اجرایی، بنیاد و سپاه در کنار سازمان‌های مردم نهاد قرار گرفتن. امروز یک مثلث دولت، نهادهای تحت نظر دفتر مقام معظم رهبری و سازمان‌های مردم نهاد یک مثلث خوبی تشکیل شده که ما امیدواریم با بانک رفاهی که دولت در اختیار خواهد گذاشت، وزارت رفاه در اختیار خواهد گذاشت، همپوشانی نداشته باشیم، به طور هدفمند کمک بکنیم. یه تقسیم جغرافیایی شده و یک تقسیم اقشاری هم شده و امیدواریم که مداخله هوشمندانه هم داشته باشیم، از همه ظرفیت های نظام استفاده کنیم. امروز هم سپاه در این موضوع هم خوشبختانه فعال هست.